بسم الله الرحمن الرحیم بیرنده های عزیز تلویزیون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برنامه فرهنگ و تمدن اسلام هستم من محمد اصغر وکیل پوپلزایی با مهمان خیلی عزیز خود دکتر سلیمان نساری در خدمت شما قرار داریم موضوع بحث امروز ما در رابطه به فواید و اثرات صحی روزه هست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد می فرمایند که صوم و تصحیح و روزه بگیرین تا صحت مند باشین ما هم دکتر صاحب را دعوت کردیم که چقدر فواید زیاد روزه ماه مبارک رمضان بالای صحت انسان داره سلام جناب دکتر صاحب شما را با برنامه خوش آمدید میگیم علیکم السلام تشکر از دعوت شما برنامه زنده باشین تشکر جنوب الدكتور سيب الله تعالى در آياتي اولين فرزية روزه را بيان میکنه در سورة بقرة بيان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي كسانك إيمان روزه ماه مبارک رمضان را بالای شما فرض کردانیدیم چرا چه که بالای امت های گذشته هم فرض کردانیده بودیم لعلکم تتقون تا که شما پرهیزگار شوید میخوایم که امی تقوا را که الله متعال هدف روزه بیان کرده این را بیم از لحاظ صحی هم صحبت بکنیم که یک انسان چگونه متقی و پرهیزگار میشه تا تفسیر از تقوا داشته باشه تشکر از سوال شما صاحب ما هم به خدمت شما دوستای تکنیکی بینده های که مکنون برنامه وزین فرهنگ تمدن رو مشاهده میکنم امیدوار هستم که همه از صحت خوب برخوردار باشند واقعا مای مبارک رمضان یکی از های بزرگ خداوند برای بشریت و مسلمان ها میباشه نقطه خوبی را شما اشاره کردین که وقتی که سری به قرار مطالعه میکنیم در روز دوم شعبان سال دوم هجرت روز بالای مسلمان فرض شد و یک امر بسیار مهمه که انسان باید فاقگی گرسنگی و بعض محدودیت ها را بالای خود تطبیق کنه در حقیقت روزه عبارت از مو احکام انسانساز انسان ساز انسان می باشه و امروز در جهانی را تحقیق کردن و تفسیر امی آیه که قرآن میگه هدف روزه لعلکم تتقون هست که شما تقودار می ببینین وجود انسان خداوند به شکل دیزاین کرده که در ای ام پوینت های مثبت هست ام منفی است اما قسم که خودش در قرآن میگه فعل اهمه ها فجور ها و تقواها. ها یازده مایی که انسان در اجتماع کار میکنه شیطان در وجودش مداخله میکنه نفس، هرس، هوا و خصوصا غرائز انسان بسیار رنج میده خاطر تداوی از وجود ازیه به خاطر رهایی یافتن از این مشکلات چطور میتونیم که حقل خدا از شهوت خلاص کنیم چطور میتونیم که جان خود را در گرو ها قرار بدهیم اینجا از قرآن که خداوند من بر منازل کرده به خاطر خیر فلاح رستگاری انسان است یک قانون را به نام روزه بالای ما وضع کرده احکام فرض ما است که باید ما اون انجام بدیم امروز محققین سر امی که چطور روزه هدف تقوا را به دست میاره تحقیق کردند گفتن از لحاظ فیزیکی از لحاظ جسمی و روحی که انسان مطالعه میکنن اگر یک انسان گرسنگی را تحمل میکنه تشنگی را تحمل میکنه محدودیت هایی که نمیتونه در جیجان روزه او را انجام بده ایمانایش است که وجود پاک میشه وجود راحت میشه در وجود انسان یک قاعده است که هر چقدر که انسان سختی ها را تحمل کنه اینجا بلانس تقوا بالا میره احساس هندشی خوب در وجود پیدا میشه وقتی که انسان درک خوب پیدا کرد احساس خوب پیدا کرد اندیشی خوب پیدا کرد یعنی به خود خود باوری خود متقین شد اینجا از که سطح تقوا بالا میره ولی هیچ وقت امکان نداره سطح تقوا با گب زدن بالا بره تا انسان یک جنبی عملی را بالای خود تطبیق نکنه یعنی گرسنگی و تشنگی رو تحمل نکنه بنا ان سی روز ماه مبارک رمضان و خصوصا در گرمای که مای جوزا هستک از صبح سه بجه صبح الا شامی که هفت وجه افتار میشه تقریبا پانزه الا شانزه ساعت در بر یک وقت بسیار مناسب به خاطر تسکیه نفس است به خاطر پاکی وجود استک حتی امروز علما بلانس اجتماعیشون تحقیق کردند یک سرمایه‌داری که پول داره چطور بفهمه که یک غریب هم ساعت ده بجه هر دایی. چیز دلش میشه که بخوره او هم بفهمه که وقتی وقت سختی رو تحمل میکنه اما گرسنگی رو در وجود خود احساس میکنه متوجه زی میشه که همسایه هایش به چی شکل هست متوجه زی میشه که فقرا به چی هست در حقیقت روزه یک بلانس بین فقرا و اغنیا است یک درس عملی از برای اغنیا که از آل فقرا آگاهی پیدا کنند و از لحاظ طبی اونمون ماهار کردن غرائز است مهار کردن احساسات منفی است مهار کردن تعصبات نجادی در بدن است تمام از اینها را از فلتر مای مبارک رمضان پاک ساخته و انسان را تبدیل میکنه به یک انسان تقوی دار که در آخر ماه مبارک رمضان یک انسان میتونه که با اول رمضان در آخر رمضان خود مقایسه کنه که چقدر انسان رحم دل شده حتی شما هم شاهد هستین ما هم شاهد هستیم که رمضان سر رسانه های تاثیر میکنه سر تجاره های تاثیر میکنه سر افراد اجتماعی تاثیر میکنه مردم در این ماه بسیار خیر و زکات و, و کمک دهنده میشن مساجد ما پر میشه دلسوزی و مهربانی بسیار زیاد میشه حتی در در قضاهای عدلی کم دیده میشه علتش اینمی برکت است اگر ما به سطح بیلانس یک 8 میلیارد انسانی که امروز مسلمان ها دارند این مطالعه کنیم واقعا ماه مبارک رمضان یک تمرین خوب به خاطر تسکیه نفس بالا بردن تقوا و اونمو عمل فیزیکی است که انسان بالای خود تطبیق میکنه سپاس جناب استاد بیننده عزیز پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشین با سلام مجدد خدمت اوهید از دوستایی که همین اکنون با ما پیوستند برنامه فرهنگ و تمدن اسلام هست و دکتر سیب سلیمان نصاری مهمان ما هستند موضوع بحث ما هم در رابطه با فواید و اثرات طبی روزه هست جناب دکتر سیب قبل از وقفه در رابطه با تفسیر لعلکم تتقون ما شما بحث داشتیم حال مثل از که خود تحقیقات نوی که بالای فواید طبی روزه صورت گرفته چی هست کدام تحقیقات هست و چقدر روزه بالای صحت انسان فایده میرسانه؟ موضوع روزه گرفتن مسلمان ها یک بحث بسیار بزرگ در جهان است وقتی که جهان اف میلیارد انسان زندگی میکنه و یک اشاره اشتش مسلمان هست برای کسایی که غیر مسلمین هست بسیار جالب هست که اینا چطور چه قانون دارن یک و و که یک دفعه و تشنگی و همگی رو تحمل میکنن به خاطر که به خداوند محبت دارن امی موضوعات باعث شد که اونها هم تحقیق کنند در باری روزه ما شما در 2013 در انگلستان تحقیق بسیار بزرگی صورت گرفت جورنال های زیاد صورت صورت کردند کردن در رابطه با روزداری مسلمان ها خب بالاخره اونها به با یک عقیده رسیدن که در یکی از معتبرترین مجله های انگلستان در باری روزه نشته کردن <applause> که ما تحقیق کردیم جورنال ها را دیدیم بحث های علمی را بالایش غور کردیم روزه واقعا بر بدن انسان موثر است چند چیز قلمداد داد کردن اونها اول گفتن که کسایی که وزنشان زیاد هستن چاق هستند بسیار مؤثر است بخاطر او کردن چربی های بطن قسمت های شورین مؤثریت خاص, خود داره و بعد از او تحقیق کردن بالای ابعاد مختلف بدن انسان که از یک سلسله اثرات بسیار مثبت و خوب برخوردار هستک ولی یک کمی مشکلاتی که مثال در وقت حاملگی و شیردهی و دیگه مراحل داره ولی قرآن هم رخصت کرده گفته اگر کسی مریض هست یا در سفر هست رخصت کرده به صورت عموم جالبی است که جورنال های از را ما مطالعه میکنیم کنیم اونا مور تایید بالای روزی ما قرار داده مهم. و ما برشان پیام ما می است که چیزی را که عزت گفته باشه و به نفع خیر انسان هست مهم. و امروز ما مواصلیت زیاد شده در بدن خود احساس میکنیم. دقیقا امریکی خالقه انسان ها حکم میکنه که شما یک ماه مکمل روزه بگیرین و دیگه خالی از فواید نیستن بله جناب دکتر سیب میشه که در رابطه با تاثیر روزه بالای حافظه انسان هم صحبتی داشته باشیم که خود روزه چقدر بالای حافظه انسان تاثیر مثبت داره در رابطه با حافظه و دماغ انسان که در ماه مبارک رمضان تحقیق صورت گرفته باید ای دا ایالات متحده امریکا در یک از معتبرترین پنتونایشان تحقیق شده وقتی که یک نفر تحمل میکنه گرسنگی و تشنگی را یک نوع حجرات در دماغ پیدا میشه که در هر وقت نیست در امی که انسان روزه میگیره پیدا میشه و صاحشم هم از لحاظ آناتومی گفتن در قسمت ایپو کمپکس دماغ است و این در ماه مبارک رمضان در دا روزه داری مسلمان ها دیده میشه وظیفه ازیه است که آفزی انسان تقویت می و یک مریضی که نوجوان مردانه هست در وقت پیری به انسان به نام الزایمر رخ می که فراموشی شدید پیدا میکنه انسان حتی با محیط با خشاوندای خود نابلد میشه میگه از این جلوگیری میکنه روزه یعنی مسلمانایی که با تقوا با ترس از خدا روزه میگیرن از امراض الزایمر در آخر عمر نجات پیدا میکنه دقیقا امیارا دکتر صاحب وقتی که ببینیم در بین ممالک اسلامی این مرض کمتر دیده میشه نسبت به ممالک غیر اسلامی نه. بله واقعا مریضایی که در شفخانه پیش ما مراجعه میکنه حتی سندشان به 97 و 90 و حتی به 100 رسیدن بله بله. ولی قسمی که صحبت میکنن تاریخ های سابقه را یاد میکنن و فعال بودن در باغشان نشان میده اونمو تقوا و اونمو روزداریشان کمک میکنه بله بله. و و در یکی از معتبرترین پنتون ها دوارش تحقیق شده که از امراض الزایمر و با خاطر تقوی حافظه روزه کمک میکنه میشه که وسط در رابطه با ای که آیا روزه می میتونه و اشخاص معتاد را هم تداوی بکنن معتاد که به مواد مخدر دست دادن متاسفانه یک کسا هستن که اعتیاد به سیگرت دارن اعتیاد به نسوار دارند یا اعتیاد به مواد مخدر دارن چطور میتونم ماه مبارک رمضان کمی اعتیاد از اینار را هم تداوی بکنن چون شاید کسای معتاد باشن اونا هم به فکر ازی باشن که یک راهی پیدا شوه یک... که ما دست از اعتیاد برداریم جالب موضوعی است که چیزایی که خلاف بشریت هست مردم دوست نداره مثل مواد مخدرش شما کرد. خدا هم دوستش نداره انسان های سالی مملکت هم دوست نداره چون خلاف میل انسانی هست خلاف قانون خدایی از در زمینی تطبیق میشه چقدر جالب است وقتی ببینین خداوند روزه را بالای ما فرض کشته که روزه بگیریم در داخل دماغ انسان یک نوع هورمون هست به نام اندوفرین اندوفرین او هرمون که در بهداری خوشحال بودن انسان فوق العاده رو داره انسان بیدار هکتیو می باشه خوشحال می باشه در هفته حوال نی در هفته دو ماه مای مبارک رمضان افرازات ازی در دماغ شروع میشه وقتی که افرازات ازی شروع میشه انسان ببینید در مای مبارک رمضان بسیار چست و بیدار و سر حال می باشه تو گویا که بسیار راحت می باشد من و در انمی کمبود امی هورمون در جوانان قلم داد شده که اگر این هورمون کاهش پیدا میکنه اینا میرن به طرف مواد مخدر <applause> یعنی هزلاز طبی امی هورمون کم بودنش دلچسپی از اینا رو به مواد مخدر زیاد میکنه خیلی که در هفته دوم ماه مبارک رمضان با جمع کتابایی که غیر مسلمین نشته که که هورمون افراز شده شروع میکنه در پلی ازی که انسان بیدار خوشحال فعال نگاه میکنه از امراض مواد مخدر نجات میده یعنی <applause> ما امروز به جهان از لحاظ طبی گفته میتونیم که اینمی سی روز روزه گرفتن ماه مبارک رمضان یک نوع تداوی از کسایی که به مواد مخدر دچار هستند اگر اونا روزه بگیرند همین هورمون ترشوه میکنه وقتی ترشوهش که زیاد شد اینا چسبی ندارند که به مواد مخدر مایل پیدا کنند اگر نباشه باز مایل پیدا میکنن بنا خود ماه مبارک رمضان برای کسایی که معتاد از یک نوع تداوی است و کسایی علم که نیست اینها رو دل می میسازه هیچ زمینه رو به این مساید نمیسازه که به طرف مواد مخدر مایل پیدا مایل پیدا کنند من خود مای مبارک رمضان یک نوی خوبه با کشف امی اورمون تداوی با مواد مخدر است سپاس جناب استاد برنده های عزیز پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشین شما را دوباره خوش آمدید میگیم برنامه فرهنگ و تمدن اسلام هست و دکتر سید محمد سلیمان نصاری با ما هستند جناب استاد خود روزه واقعا که تاثیرات زیادی داره هم به صحت انسان هم فواید معنوی داره و هم فواید روحی داره و هم فواید جسمی داره امروز در جامعه ما تعداد کسا هستند که دچار مرض شکر هستند و یک تعدادشان ازی رنج میبرن که شکرشان بالا است و یکی دادم رنج میبره که شکرشان شاید بسیار پایین باشه میتونه که روزه آره به طور کل میایم سوال از از یک قسم مطرح میکنیم که آیا مریضای شکر میتونن که روزه بگیرن و اگر روزه میگیرن چقدر شکرشان پایین میاره و چقدر به شکر فایده داره سوال خوب کردین جناب پاپازی صاحب مریض شکر علت اصلیش امروز در جهان فهمیده نشده که چی باعث شده که به یک گراف بسیار قوی در رشد است اماره که WHO گرفته بود تا 2016 یا 2017 از او چندین چند مراتب تعداد زیاد انسانات چاری مرس شده بدبختانه بگم که امروز میزبان اکثر خانه ها شده بحر بحر. از لحاظ طبی وقتی که مطالعه میکنن در قسمت خلف میده و دی است. پانکرانس, <تصفح> پانکرانس انسان دو نوع افرازات داره. یکی اندوکراین است و دیگه اکزوکراین هست. افرازات اندوکراینش یک خجری هست به نام بیتا لانگرانس میگه که انسولین افراز میکنه. و کاهش ارمون انسولین باعث مرض شکر میشه. که بیلانس گلوکوز در وجود تغییر بخوره. و بالا بودن بیلانس گلوکوز برای دماغ نقص میکنه که انرژی در دماغ به مصرف میرسه و اختلاط بسیار عمدهش بالای چشم انسان از گرده هستک بالای عصب و حتی زخم میسازه و ای که چرا امروز ای مشکل پیدا شده و علتش دکتر سبا مطالعه میکنن خو عامل و ازباب زیاد ذکر میکنن ولی از لحاظ طبی شکر دو رقم هست یکی تایپ یک است تایپ دو هست تایپ یک در جوان نوجوانا و جوانا زیاد دیده میشه تایپ دو در بزرگ سالا زیاد دیده میشه ولی در کل امی مشکل در اف چی هرمونی هست ترشحات است کتابی که در انگلستان چاپ شده بود در رابطه با روزه تحقیق کرده بود اما جورنال ذکر کرده که گرفتن مای مبارک رمضان خود گرفتن روزه بالای اینمی حجرات بیتای لنگرانس که تخریب شده <applause> کمک میکنه یعنی دوباره ترمیم میکنه افرازات انسولین به حد سعیش نرمالش باید برسانه یعنی روزه خودش کمک میکنه <applause> ولی بس علمی میمونه که شکر در وجود باید مطالعه شود که اما یک ماینه از بنام HB1C که به کدام حالت از شکر در کدام وضعیت وجود یعنی وجود کدام قسمت ها متضرر شده اگر شکر پایان باشه در او وقت گرفتن روزه سرور نیست سک به خاطر که ما یک مرض یک هایپوگلیسمی دیاب... چی داریم کما داریم که وقتی شکر شد بعضی کتابا 70 تا 110 میگن که لیولش در خون از گلوکوز باید باشه اگر از این پایان میره برای عزیز که اونم اون هایپوگلیسما میگن شکر پایان میگن که حتی اگر به 60 تا 40 و 50 میرسه دماغ خود آف میکنه <تصفح> یعنی به کما می مرحله کما می پیوند در هو حالت از اگر اینا کما خود نخواسته برند دوباره پس دماغ بل سوال نداره اون اومو دمیجی که در دماغ میته تخریب که در دماغ میشه او میمونه برای وجود چان. از اون خاطر بوناز ضرورت دارن که باید در آنی گلوکوز بگیرند حتی به شکل زرقی سیروم یا یک چیز شیرین تیز بخورند در هو تو حالتی که قرار میگیرند خود دا مریض میفهمه و ای اما قسمی که مذهب ما و شما امام سبانی میگه نظر دکتر حاضق وقتی که در تفسیر آیه قرآن میرسه که خداوند میگه مریض و آه. آه. کسایی که در سفر هستند بود کان منکم مریض و سفر فعیدت من اینجا ببینید اینجا برشون میگه که مریض اینال دکتر حاضق میگه نظر من نظر یک دکتر حاضق هست دکتر حاضق باید از لحاظ اسلامی با فعال باشه مطالعه داشته باشه و مرض قسم مطالعه کنه که خو اینمی می که در کما میره این تو مشکلات بار داره پس قرآن هم نظر رخصت است مریض رخصت داده <applause> ولی بعضی مریضکایی که گرابل شکر بالا دارن اینا با دکتر خود مشوره کنن مایات بلانس وجودشان چک شوه که سر هایشان نقص نکنه و در صورتی که توانمندی داشته باشه فوق دا چی کمکشان میکنه روزه کمکشان میکنه من تو دوای خودمون منظم در شکر سی چیز بسیار مهم است دوا رژیم و فعالیت فیزیکی <تصفح> که یا خود منظم انجام بدهند هیچ مشکل نداره در صورتی که باز اگه اختلاط بار بره که سر گرده نقص میکنه سر دیگه ارگان ها مشکل بار میره در اون حالت باز میتونن که رخصت داشته باشند دکتر سیب در بعض بین مردم ما شما یک مفکوره هست که روزه بالای نشون و مو هم تاثیر داره یعنی حتی اطفال وقتی که روزه میگیرن اطفال خردسال یا زیر سنین ده سال و اینا برشان گفته میشه که روزه نگیرین که شما میسوزین سوزین میسوزانه می و جسمن می سوزین. میشه که در رابطه بعد نشون ما و تاثیر روزه بالای نشون ما جسمی هم صحبت داشته باشیم که آیا تاثیر میکنه یا نمیکنه بالای نشون و و حدفال خب یک مفکوری ما و شما هست که یک از لحاظ تیبی اثر علمی نداره که بنی علمی نداره که ما برش بگیم که اگر کسی روزه میگیره قدش میسوزه در حال که خلاف از هست کتاب های علمی تیبی میگه که گروت هرمون یعنی که باعث نشونمی بدن میشه این در ماه مبارک رمضان زیاد ترشح میشه باید. و یکی از خواص شیرمی هست که وقتی انسان که قط میکشه از طرف شب وجودش کلان میشه باید. که فاقگی هست زمینه برای مساعد هست که نمو هورمون انسولین یا بند میشه گروت اورمون نمو میکنه باید. در ماه مبارک رمضان گروت اورمون نمو میکنه حتی میگن که در ماه مبارک رمضان 20 چنده وجود زیاد میشه و و کسی که اگر ورزش میکنه اونمو هورمون ترشح میشه باعث نشونما میشه و کسایی که روزه میگیرند، اگر ورزش هم نکنن برابر مو یک ورزش اینمی هورمون در وجود ترشح میشه یعنی روزا داشتن مسابقه به این کدام ورزش ورزش کرده باشه و در عین وقت اطفال که به این توصیه شدن در بعضی کتاب ها به خاطر از که اطفال از سنشون از 8 سالگی که خورد هست یک ذره دقت شوه برشان تشویق شوه به خدای ناخواسته تو تشریح نشه که باز آزرده خاطر شوند از لحاظ سایکولوژی روان نرام شود برشان چانس داده شوند مقطعی بگیرند و کسایی که کس از 8 ساله هستند چون زیاد است سرشون فرض نیست ولی اگر یک چند روزه رو میگیرند شوق علاقه شان است مشکل نداره این که باز می میرسند خو امر فرض تبیس که باید بگیرند ان زنده باشین جناب دکتر سبزی که با برنامه تشریف آوردین و صحبت ها استفاده کردیم خداوند متعال جل و و عبادت و روزه همه ما شما قبول و مقبول بگردانه بینندههای عزیز ای بود برنامه فرهنگو تمدن اسلام که خدمت شما سروران تقدیم کردیم تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به الله بینیاز میسپاریم روز خوش خدانگهدار